خونخوار رژیم غدار آخوندی ایران اول سرفرزندان رشید کشور خود ترحم نداره و بعدا به هیچ کشور دیگه معاملی جز منافع رژیم خود نداره. اگر ما یک لحظه فکر کنیم که ایران و پاکستان بر مردم افغانستان حق انسانیت قائل میشه، ما از جمله بو خواهیمی به مردم خود هستیم که تاریخ ما را نخواهد داشت. ایران بار اولش نیست، بار دومش نیست و بار صدومش هم نیست. هر آن وقتی که وقت پیدا کرده گلون افغان ها را فشرده و گلونشان را بریده. بدبختی نهایی مردم ما، بیچارگی نهایی مردم ما ایست که چنین حاکمان سرشان حاکمیت میکنه و بیچارگی این حاکمیت حاکم ها ایست که از بیسوادترین فردی که در سر سرک گپ میزنن تقلید کرده او را سانسور میکنم یا بر منافع کشورهای دیگر گپ میزنن. و بیچارگی ایست که قوی مقننی که نظارت جدی بکنن، از گلون وزیرا بگیره، از گلون رئیس جمهور بگیره، از گلون جاسوسایی که در داخل از سه قوا برای ایران و پاکستان نوکری میکنن اونا را رسوا بسازن. بیایم یک لحظه واقعیت ها را باور کنیم. لشکر فاطمیان خوب میگیم، چرا جاسوسایش نمیگیم؟ چرا نمیگیم که در جلسه عمومی ایران حمایت کرد که از افغانستان نوکر ببر سربازگیری کن؟ چرا جرأت کرد که پس داخل افغانستان بیاید؟ اگر شما جرأت نداری که ما نامشه بگیریم. چرا اونایی که میره سر جبل جنازه قاسمی عشق میره زده داخل سفارت، اونایی که اعلامیه میدن که ما جگرخون ناراحت هستیم بر کشته های جنایتکاران ایران، اونا رو افشا نمی کنیم؟ اونا چرا نمی کشانید به پای چوبه های دار تا افغان ها بگیرن که شما قوی اجرایی خوب هستید، شما قوی مقننی خوب هستید؟ این مشکل است که ایران می فهمه که نوکران قوی تر از این حاکم ها داره در افغانستان، می فهمه که بوجه های دولت در عرب می آید افتن. امی دو بوجی داد، یک بوجی داد در وزارت، یکی داد در عرب، دلش بسته میشه میشه میره پایش میبوسه که بوسیده بر مرداش گریان کرده. اینا این مشکل اساسی است. تا وقتی که ما امو ستون پنجمی ها که میگیم، امو جاسوس ها رو که میگیم، امو نوکران افشا نکنیم، این یک عشق تمساه است که میرزه. تمساه میشه بچه های خودم میخورن و باز عشق میرزه برش و امو تمساه ها میمان. انسانیت رفته است از وجود امی قوایی که حاکمیت میکنه در افغانستان. مغز ایران همونطور که خودتان میگید بارها وکیلای فرا گفتن، تمام ما یک کندک در فرا داریم. مغز میلک واز است، مغز فلانی واز است، مغز پشمیکه واز است، مغز شرقمی واز است. بخاطر چی؟ بخاطر دوستی، بخاطر قاچاق. اون چون قاچاقبار بیچاره که از بدبختی میره قاچاق میکنه، باز همون به نظر ما کمک میکنه به اون مردم. علاقل از شما کرده خب بهتر از کاریابی میکنه، میگه برو میموریانه ابی اولاد خود خود مجبور نیستی که بکشی بفروشی با خاطر که نکتای های مقبول بزنه، با خاطر که مانتوهای مقبول بفوشه، شاهزاده ها و ملکه ها بشینه در کرسی ها و بگه ما سر مردم افغانستان حاکم کار میکنیم برشان. وی به هیچ آفتاب قاچاق برد شما نام میگیره، ما خجالت میکشم، ما بانماندگی مردم میشرمم. شما نام از اونام میگیره که یک خط برجسته میکنه که ما ایران رو پشتش نمیگردیم. شما خبر باش ما چهار تا قاچاق بر رو بیارم محاکمه میکنیم، تابورم به دار نمیزنیم، امورم به دار نمیزنیم، پول میگیریم باز امور آزاد بشه. باز یکی یک دفعه سه کنیم واقعیت هایی که ما شما باید دلقت بگیم که مردمی که مشنوه و رسانا به ایس قوی چهارم افغانستان، ما امیدوارم که نقش اولی فعلا پا گرفتن اینا رو کوشش کنم دست یک خبر نباشه امور پخش کنه که یکان انسان ها هستن که دلشان به این مملکت میسوزن. شما مگه ندیدین که با تمام قوتی که داشت تیاری که در ایران زدن در اوکراینی ممکن نشدن ایران با میکنه لباس خود در چشم جهان در نمود؟ کار ما افغان ها بگویم ما ایتو میکنیم اکمه صاحب میگه ما گفای ما تلخ شد. یعنی تلخ به منظور چی شد گفته؟ شما گفتید شما جنایت کردیم، ما ضرر به یه حیات مزخرف شما نداریم، ما ضرر نداریم شما به ما حیات داریم، شما جنایت کردیم ما افغان های ما رو کشتیم. در ملل متحد شما بگیرید که در 18 سال اگر یک جنایت هست به شمولی طالب، به شمولی اسلامی، به شمولی دیگاه که دمیج انجام داده
ما جنایت بشری سخت داریم نه نداریم. کشورهایی که دیگه جنایت کردن به شمول ایران، پاکستان، امریکا، 46 کشور که حضور دارن جنایت بشری ما سخت کردیم نه نکردیم. چیز پتر کماش دالر این وقت نشه نشه خدا نخواسته که باز بادارای ما پیشانی شد تو شد. این اگر ما پالیسی میسازیم، اگر ما کنترل میکنیم، اینی رو کنترل کنیم. برای ما نشینی که دکت دو طرف ها میگرگیر آه ما مدن جناب وزیر مهاجرین میفهمم تو برو در فرام برو برو در ایران برو در کابل این یعنی ما شما امی کل رو میریم اگر امی مردم نفهمیدن امی شکایت نداشتن درست تا هم مینالیم مردم هم مینالن پس کی در وسط مخواه کنن بیاییم واقعیت های خدا بگوییم بگوییم که آه تو ایران یک کشور جنایت تو هم نسبت به افغان هستی بیرو کم یک میلیون افغان بومن که بجای که هر روز قطعه قطعه میشه همه جو بومن تو پاکستان هم با موشکل بخاطر امی ما از کمیته روابط بین الملل و از شورا میبینیم این تقاضا داریم که یک دو سه فیصله کنه برای علیه نمی کشورها در غیر از او ما خاک به چشم مردم میپاشیم و ما جد خاینین هستیم که فردا تاریخ لعنت میفرسته بر فرد فرده که سازش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، جناب منشی صاحب، دیگه اعضای هیئت اداری نیستن مثل وکلا. وکلای حاضر، السلام علیکم و رحمت الله. جناب رئیس صاحب، شما یک موضوع در واقع پول مردم افغانستان است که حالا برای ما آشکار شده که نزدیک حدود 65 میلیون دلار پوله که سالهای سال است که اینا نزد دو سه تا شرکت که عمدتاً از زیر مجموعه های غزنفر گروپ است قرار داره، پولی هست که برای خریداری تل داده می شود تا قیمت تل در بازار ثابت باشه. اینا را همه را خبر دارید، بعضی از اعضای محترم مجلس هم خبر داره، رسانه ها هم خبر داره، ولی این پول تقریبا نزدیک 12 ساله که نزد در واقع این خانواده قرار داره. نه پول برگشت شده، نه مفادش برگشت شده و نه جریمه و زمائمی که داره برگشت شده. و متاسفانه ما میبینیم که هیچ کس، نه ریاست محترم جمهوری، نه وزرای محترم مالیه، نه حتی مجلس، هیچ کس راجع به این ثروت مردم افغانستان که بگنه و اختلاس و دزدی شده توجه نکرده، بلکه هر بار بر اساس معاملاتی ما میبینیم که وقت قضیه از یک جای کلید میخوره، ما میبینیم که این قضیه باز بر اساس معاملات میان خانواده های قدرت بگنه و پوشانده میشه. جناب رئیس بزرگوار، شما به عنوان رئیس مجلس افغانستان باید وزیر محترم مالیه و دستگاه تابعش را بخواهید که چرا در این مدت این پول استحصال نشد، چرا این پول دزدی شده، اصل پول بر نگشته، مفاد پول بر نگشته، جریمه ای که هر سال نزدیک حدود 18% میشه اینا را بر نگردانده، و چرا در حلقات مافیایی ثروت و قدرت این پول در واقع به نوع تا هنوز حیف و میل شده. اگر ریاست محترم جمهوری کدام منفعت خاص نداره، معاون اول کدام منفعت خاص نداره، تمام اسناد اختلاس و دزدی کلان الان موجوده، چرا نمیرن سراغ خانواده غزنفر که پول برگردانن، جریمهش برگردانن؟ حتی بعضی از نمایندگان مجلس که عمدتاً دنبال پول دزد و مفسد و اینا میگردن، اینا هم در برابر این قضیه کلان خاموش هستن. تمام این اسناد پیش من موجود است. جناب رئیس بزرگوار، من شما خواهش میکنم که این اسناد من خدمت شما ارائه میکنم، احتمالاً شما در جریان هم هستید، وزیر صاحب مالیه را بخواهید و سوال بکنید که چرا تا هنوز این پول استحصال نشده. درسته در هر مرحله یک وزیر آمده، یک نامه و مکتوبی هم داده، بعد از یک مدتی خاموش شده، و من خواهش بکنم یک دقیقه دیگه هم وقت بدید که من همین موضوع رو به یک جای برسانم. جناب، ارزش داره این موضوع. طوری که دیده میشه باید ما شما به این باور برسیم که افغانستان یک کشور معامله خانه است که هر آن کسی، هر معاملی شخصی که داره بسیار راحت میتونه سر از این مردم بیچاره تحمیل کنه. ما از قرارداد امنیتی شروع کنیم که به نام حکومت یا دولت به نام افغانستان قرارداد شد، اما یک نقطهش تطبیق نشده. هر روز مردم ما، سربازای ما قتل میشه.
قرارداد بین طالب امریکا دیدیم در دوحه فقط اینجا چک کرده رفتیم که به امید از ایست که صلح بیاید افغانستان خونریزی کم شد و ما کشته نشویم بلا در پس مردم افغانستان هرچی که میشه قرارداد دیگیر در رابطه با مصالحه میگین جنجال های قدرت میگین هر نامی که میمانه از نظر من فقط یک لکه ننگ تاریخی دیگه است که در دامن مردم افغانستان افتاده هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه ای که اگر قدرت بین خود عبدالله و غنی تقسیم کرده ای که مارشالی میتن ای که از ارک شروع تا ولسوالی ها تقسیم میکنی فقط نشان از این میته که ای کشور طرف تجزیه میخوای ببر اقتداد ای کشور طرف ملک الطایفی میخوای ببره به خاطر که بیشتر بتانه که مردم چور کنه هیچ چیز دیگه نام مانده نمیتونه هر آن کسی که میگه حداقل 5 سال دیگر دیده گذشته را ببینن خجالت بکشه هیچ کابینه خود نتونستی دو تا ناکام آدم انتخاب کنه هیچ گاهی نتونست که وزیر رو به محاکمه بکشانه والی رو به محاکمه بکشانه اونایی که مردم ما رو به قتل رساندن جزای بتن جز از اینکه فقط در چوکی بودن که امروز عبدالله این نکتایر پوشید سبا غنی ایلونگی رو زده که هیچ چیز دیگر ما فکر نکنم که بر مردم افغانستان در پی داشته باشه و با بطور ببینید که سو قویر اگر ببینید سر یک منشی سه ماهی که نمیتانه و لیسی جرگی که سه ماه نتانه منشی خود مشکلش حل کنه پس قانون چیزی نیست جز یک کاغذ پاری وقتی که منافعشان بود تاج سر خود میکنه وقتی که نبود در زیر پای خود مندازه میگی فرش سرخیست که ما سرش را بریم مقبول معلوم شوی در غیر از او مردم ما ایرا میبینن سربازای افغانستان هر روز کشته میشه باعث انسان کشته میشه مگر یک آدم بگه که کاش از کل زمینای کمینج است یک یک نفر فامیلشان عزیزاشان برن تا درک کنه که سرباز بیچاره که دشت هاستن چی زندگی دارن بنان بیاین سر از این جدی تصمیم بگیرین فقط کپ کواری سر خود زیر برف نکنین که برو خیر به امید از این که در افغانستان آرامش بیاد در حالی که همه گی میفهمه که به این سازش ها آرامش نمیاد جزی که تنش ها زیادتر شود جزی که جنجال و کشتار مردم زیادتر شود